تشکیلات حمایه حقوق کمیته مساعدت شهروندی برای مادر جبر دیده از تاجیکستان جمع آوری مبلغ را اعلان نمود که ماه مارس سال 2019 از جانب کارمند سوپرمارکت مگنیت شالکوا گفته شد. فروشنده مهاجر مهنتی را با پایهایش به شکم یکچند ضربه زده با سکنر شتریخ کد به سر و روی زن مهاجر زده است و با سخنهای کسینوفوبی حقارت نموده است. چی طوری که در سامانه کمیته اطلاع داده می شود به فروشنده سوپرمارکت مگنیت شکایت زن آید به پسر 8 سالش فروخته شدن یوگورتی از مهلت گذشته معقول نشده است. چی طوری که خبرنگاران معین نمودند سبب تجاوزکاری از جانب فروشنده خواهشی قصد گرفتن بوده است. تابستان سال 2018 پسر زن مهاجر از سوپرمارکت مگنیت 4 عدد یوگورت خریداری نموده است. مهلت یوگورتی خریداری شده گذشته شده است. عاقبت پسر از یوگورتی خوردهش زهرآلود شد. مادری پسر بچه همان روز به سوپرمارکت رفته به ماموریت شکایت نموده است. از حادثه مذکور 6 ماه سپری شد ولی بهاری سال 2019 زن تاجیک از کار برگشته برای خریداری نمودن به سوپرمارکت مذکور می دراید. فروشنده یوگورتی از مهلت گذشته به زن تاجیک حمله نموده میگوید چرا این تاجیکان به مغازه ما می آیند؟ آنها همهشون دوست هستند. فروشنده یکچند مرتبه با سکنر شتریخ کد به سر و روی زن می زند. وقتی زن به زمین می افتد فروشنده با پایهایش به شکم زن می زند. اما کسی به زن جبر دیده یاری نمی دهد. دعوت میکنم که در پهلوی برادر عبدالسلام وایستیم. حمایتگران حقوق قید میکنند که تجاوزکاری نسبت مهاجران مهنتی از کشورهای آسیای میانه در روسیه طرف گسترش مییابد. حالتهای مذکور با تشویقات کسینوفوبی و سایت اخباری عامه روسیه کفایت نکرده حتی کارمندان حفظ حقوق نیز به چنین جنایتکاری ها به اعتنایی میکنند. در نوبت خود کارهای مذکور نتیجه پررا به اعتنا بودن رژیم های کشورهای آسیای میانه است که به جنایت هایی که نسبت شهروندانشان کرده می شود هیچ اهمیتی نمی دهند.